ادامه برنامه هست. ما هم در نسیم صبح قرار داریم و خدا کنه شما همچنان با ما باشین و ما رو همراهی کنین تا پایانی برنامه. باز هم خسته نباشین عزیزا. والا هم صحبت هر قسمی که صبور جان در آغاز گفت برام دو جوان خیلی ها موفق و قهرمانای ولایت جوزجان دعوت کردیم و اینا رو خوش آمدید میگم. آقای عبدالنصیر بختیار و رامین فیضی را خوش آمدید میگم، قهرمانای ولایت جوزجان. صحبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. شما مخسر شما. سلام عرض ادب خدمت شما صبور جان، خدمت همکارتان، خدمت تمام بیننده های تلویزیونتان. صبح خوش با همتون. تبریک. سپاس. ممنون. باز هم خوش آمدید میگم. و رامین جان همچنان سلام صبح بخیر تقدیم شما. خوش آمدید. سلام صبح بخیر از شما و کسایی که ما از پرده تلویزیون تماشا میکنن. رامین فیضی هستم، یک تن از بازیکنان تیم البرز کلاب. ممنون. همتون عزیز، امروز دعوت کردیم تیم قهرمان البرز کلاب که توانستن در لیگ برتر ولایت جوزجان که بین چقدر تیم های لیگ برتر یعنی برگزار شده بود به مناسبت صدمین سالگرد استرداد و استقلال افغانستان که توانستن تیم البرز کلاب مقام اول از آن خود بکنن و قهرمانی ای فصل یا جام از آن خود بکنن. پس بیشتر در مورد قهرمانیشون صحبت میکنیم. از آقای عبدالنصیر بختیار میپرسیم که میشه در مورد این مسابقه معلومات بدین که چه زمان شروع شد و بین چقدر تیم و یک مسابقه که شما هر زوی میکنین چقدر خوبتر و نتیجه تر بود؟ زنده باشین. تشکر صبور جان. در قسمت سوال شما، مسابقات در 28 اسد به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور افغانستان برگزار شد و دولت جوزجان لیگ البته این مسابقات در میان 6 تیم بود بح. یعنی تیم البرز کلاب در میان 6 تیم قهرمان لیگ برتر ولایت جوزجان شوه. تیم البرز کلاب با به دست آوردن 25 امتیاز مقام اول را به دست آورد. تیم قماندانی امنی ولایت جوزجان با 21 امتیاز اونا مقام دوم را گرفت و این مسابقات به این مناسبت بود و ختم شد و جام قهرمانی را شما شاهد هستین که ما به دست آوردیم و یک قهرمانی را در قدم نخست به شخص جناب محترم بابرشتی رئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان و همچنان رئیس تیم البرز کلاب هستن که در همه لحاظ با تیم البرز کلاب از لحاظ مادی و معنوی یعنی کمکایشان کردن. این تمامش زحمات و سعی و تلاش خودیم و جنابشان هست و در پالی از این تمام سعی تلاش زحمات بچه ها بودن که جام قهرمانی با بار دوم یعنی سال گذشته تیم البرز کلاب در میان 8 تیم لیگ برتر جوزجان قهرمان شد و این سال هم تیم البرز کلاب تانست اما قهرمانی که سال گذشته داشت او را دوباره تکرار بکنه و یک نوید مجدی خوشی است که به تمام هوادارهای البرز کلاب ما شخصا تشکر میکنم از جناب محترم بابرشتی رئیس شورای ولایت جوزجان که هم از همه لحاظ ما را اکمال کردن و سپورت کردن و در ضمن از یادآوری باید بکنم از محترم جابرخان قاسمی و هم در پالوی ما که میدان فوتسال در خدمت ما ماندند همه روزه بچه ها تمرین میکردن یعنی قلبا سپاسگزاری از اونا باید بکنیم و در پالوی از تک تک بازیکنان تیم البرز کلاب با تشکری بکنیم که جام قهرمانی را به دست آوردن. تمام سعی تلاش زحمت تمامشان بود. در پالوی از یک تشکری از استاد جمال بکنیم که در همه وقت با تیم بودن و در همه وقت با همه حالت تیم در پالویشان بودن. طبعا بر شما بهتر معلوم است جام قهرمانی مفت به دست نمیاد، طبعا سعی تلاش و زحمت کار داره. خب استاد میشه نقطه برد تیم البرز کلاب برام بگین که دو سال رد برد برنده شدن مقام اول گرفتن کار ساده نیست و هم در بین جوانان فوتبال رایش و کسایی که بازی میکنن خیلی مشکل هست. پس میشه نقطه برد را بگین که چگونه توانستین دو سال رد برد پشت پای هم کپ قهرمانی را از آن خود بکنید؟ دقیقا هر تیمی که زحمت میکشه حاصلش را میبینه. البته ما یک تیمی هستیم که تیم با برنامه هستیم هزم لحاظ ما سال گذشته به این سال بهتر کار کردیم و زحمت کشیدیم و عرق ریختاندیم و حمایت شدیم و کار کردیم و پس همه چیز با سعی و تلاش و زحمت به دست میاد. بله. ممنون. سپاس. خب از رامین جان میپرسیم که امول لحظه که شما برنده شده این چی هیجان داشتین؟ البته چطور براتون گذشت امول لحظه که این کپ به دستتون گرفتین؟ بسیار احساس خوشی میکنیم چون بر بار دوم ما قهرمان شدیم پی در پی. چون یک افتخار بزرگ است برای ما. قهرمان این لیگ میتونه که بره به مسابقات زون اشتراک کنه که انشاءالله ما بخیر به زودترین فرصت
میریم به مسابقات دو زون اشتراک میکنیم انشالله و خیر کوشش خودم میکنیم که قهرمان زون هم شویم. بله خب میشه بگین که شما در کدام پست فوتبال میکردین؟ پست ما سنتراف است، سنتراف زلور است. خیلی خب میشه بگین که چقدر آمادگی داشتین چون خودتان یک از بازیکنان موفق تیم البرز کلاب بودین، چقدر زحمت میکشین، چقدر تمرین میکنین به اینکه بتونین مقام اول از آن خود بکنین؟ ما آمادگی های زیاد گرفتیم، ما تقریبا پیش از مسابقات 3 ماه پیش ما میدان تمرین میکردیم، خیلی آمادگی گرفتیم به خاطر مسابقات تا بتونیم که از ما قهرمانی خود دفاع کنیم و تانستیم هم که از قهرمانی خود دفاع کنیم. خیلی خوب، این دستاورد خیلی ها بزرگی هست که ما همچنان افتخار میکنیم که همچون جوانای فعال داریم و زحمت کش داریم. واقعا قسمی که عبدالنصیر جان گفتن بدون زحمت هیچ چیز حاصل نمیشه، تو زحمت نکشی. البته زحمت اینا بود که یک دستاورد خوبی را بر ما آوردن و تشکر از شما. خب میشه استاد شما بگوین که چگونه تانستین که دستاوردهای خوبی داشته باشین در مدت 2 سال که مسابقه برگزار شد؟ خب هر دستاورد مفت به دست نمیاد، طبعا به اتفاق، اتحاد، به مدیریت، به کار، همه چیز به دست میاد. طبعا هر قدمی که ما میمانیم، هر بازیاری که ما سپری میکردیم برای ما یک تجربه بود. یعنی سالهای گذشته ما به شروعی که کردیم بازیار با تیم البرز شروع کردیم او قدر نتیجه چی نبود، اما به مرور زمان کار کردیم، زحمت کشیم، تلاش کردیم، با ما اساس حاصل کار ما قهرمانی بود. خیلی خب استاد، زمانی که مسابقه آغاز شد و شما وارد مسابقه اول داشتین، زمانی که مسابقه اولتان بود آیا این سعی را داشتین که در آخر برنده خودتان باشین و قهرمانی را از آن خود بکنین؟ خب انسان در هر کار زندگی یک هدف خود می داشته باشه. طبعا تیم البرز کلاب از شروعی که تأسیس شدن با یک هدف و با یک برنامه و با یک پلان پا گذاشتن. با ما اساس هدف ما هدف واضح هستند، هدف ما قهرمانی هستند، هدف ما بزرگ هستند. ما تنها رقابت در داخل ولایت نداریم بلکه ما بیرون هم رقابت داریم. پیشتر رامین جان عرض کرد که ما مسابقات هر ولایت که لیگ داشته باشه قهرمان لیگ شان در بین لیگای سرتاسری زون اشتراک میکنن. در اینجا که از زون شمال تیم جوزجان است قهرمان، سرپل است، فاریاب است، سمنگان است، بلخ است که در بین از اونها شاید در نزدیکترین نزدیکترین وقت مسابقات زون برگزار شد. به خاطر امو ما خیلی آمادگی های دیگه در بازی های دیگه داریم. طبعا رقابت درونی ما جداست، رقابت بیرونی ما جداست. به ما اساس ما بتوانیم از نمایندگی جوزجان بریم، یک نماینده خوب باشیم، یک رقابت درست بکنیم با اونا. طبعا که ما در جوزجان با هر تیم رقابت داریم، اما رقابت سالم در چوکات ورزش. بله بله، یک تعداد تیماری که ما میبینیم اکثرا با یک شکل نوی دیگه، با یک شکل دیگه میخوان رقابت بکنن، موضوعات حزبی و قومی گپا رو در میان می شکر الحمدلله در بین ما کسی نه موضوع قومگرایی نه کدام حزب تر میکنه و نه چی میکنه. در تیم ما 1000 حزب، 1000 زبان، 1000 ملیت نفر هستن فوتبال میکنن، اصلا در بین ما فرقی نداره که کی باشه. در تیم که شش تیم که مسابقه داشتین، بزرگترین تیم که بیشتر شما ایراد داشتین و یعنی فکر میکردین که شما با اینا مقابله شین، شاید با شما خیلی مقابله بکنه و شکستان بده یا شما را شکست، کدام تیم بود؟ خود در کل در لیگ تمام بازی ها یک نواخت هستن. این تیمی که میتونه قهرمان شوه همه بازی ها را باید در نظر خود بگیرن، دست کم نگیرن. اگر هدفش قهرمانی هستن، اینجا موضوع امتیاز است، موضوع فاینال نیست. هر بازی ایستی قهرمانی رو برای ما داره. با ما اساس ما تمرکز ما سر یک تیم نبوده، اما 5 تیمی که ششم تیم ما بودیم، سر 5 تیم ما برنامه داشتیم، پلان داشتیم، فوکس داشتیم که از هر تیم باید ما یک امتیاز یک گپای خود بگیریم. در کل در بازی ما یک باخت کردیم، 2 مساوی کردیم، دیگه تمام یک مساوی کردیم، یک باخت کردیم، دیگه کلا بازی ها رو بردیم و قهرمان لیگ. خب از رامی جان میپرسیم درباره البته مسابقات بعدی، مسابقات آینده، که مسابقات آینده آیا هست یا نیست، اشتراک میکنین نمیکنین؟ انشاءالله بار دوم همچنان بار سیوم کپا میگیرین، از آن خود میکنین یا نه؟ بله اشتراک میکنیم، چون حالا فعلا وقتش زمان مشخص نیست که چی وقت مسابقات شروع میشه که عرف وقتش زمانش مالش. انشاءالله باز ما تمرین میکنیم، آمادگی میگیریم و باز هم از قهرمانی خود دفاع میکنه انشاءالله. خب میشه رامی جان بگه یک چی زمان خودت به این سو فوتبال بازی میکنی و تو هنو چقدر افتخارات خودت در بخش فوتبال داشتی که میشه همانتون عزیز ما بیشتر در مورد خودت، در مورد افتخارات و در مورد قهرمانیت آشنایی پیدا بکنه؟ بله بله.
من از 13 سالگی فوتبال شروع کردم که امو وقت صنف 7 مکتب بودم که در باشگاه جوجان کلاب شروع فوتبال کردم. اونجا تقریبا 8 سال اونجا بودم و بعد آمدم در تیم البرز کلاب که یک سال توانستیم نایب قهرمان جام حذفی شویم، دو سال هم قهرمان لیگ و در سن 17 سالگی دعوت به تیم ملی 16 سال شده بودیم که اونجا هم به خاطر تست تیم ملی رفته بودیم. دیگه دستاوردهای زیادی داریم در عرصه فوتبال. خیلی خب در این رامجان خودت کی بیشتر تشویق میکنه از فامیل؟ از فامیل بیشتر مادر جانم تشویق میکنه. بیشتر مادر جانتان تشویق میکنه. از فامیل خودتان فقط خودتان در ورزش رو بودین یا از فامیل کدام؟ بله تنها خودم هستم. تنها خودتان هستین و اینجا افتخار همچنان هستن. مادر همیشه اولادشان تشویق میکنه و پدر همچنان رول مهم داره. بله دقیقا. و استاد نصیر همچنان که استادار خیلی پر افتخار ولایت جوجان هستن که واقعا در بسیاری از تیم‌ها ترینری کردن و ازشان میپرسیم که چقدر مدت میشه که ترینری تیم البرز کلاب به دست دارین و آیا موفقیت یک تیم تنها به دست یک مربی یا ترینر یک تیم میباشه یا که در کل تمام بازیکنان و تمام کسایی که در یک تیم هسته با شکل هماهنگی اینا میتونه افتخار به دست بیاره؟ سلامت باشین صبر جان. ما به مدت 3 سال مربی تیم تصدی افغان گاز بودیم. در تیم تصدی افغان گاز یک بار نایب قهرمان شد، دو بار قهرمان لیگ برتر جوزجان شدیم، یک بار قهرمان جام حذفی جوزجان شدیم، یک دفعه به نمایندگی از ولایت جوزجان در مسابقات جنوب شمال اشتراک کردیم. در پالوی از این مدت یک سال میشه که ما با تیم البرز کلاب به حساب قرارداد کردیم. با تیم البرز کلاب مدت یک سال میشه که هستیم. این بار دوم قهرمان نیست، قهرمانی اول ما نبودیم، در قهرمانی دوم بودیم با تیم. بله هم جای افتخار است که توانستین با امی آمدنتون همچنان قهرمانی را کسب بکنین. و برمیگردیم به این که قهرمانی یک تیم برمیگرده به ترینر یا مربیش که او را تمامش هماهنگی میکنه و هدایت میکنه، این که تمام بازیکنانش همشون سم داره که چون بیشتر فکر کنم یک مربی خیلی باید نقش بیشتر داشته باشه به هدایت کردن یک تیم، چون میدونه که چی کسی میتونه خوبتر بازی کنه، چی کسی در کدام موقعیت میتونه خوبتر کار بگیره از او و بیشتر ایره شما از حد بتین برام. خوب مفکرات هر مربی فرق میکنه. طبعا هر مربی که میخواد در رأس تیم باشه، میخواد تیم قهرمان بسازه، ولو در تیم 22 نفر هستن، از 22 نفر 11 نفر در میدان میره، 3 نفر تعویضی میداشته باشه، با ما اساس تیم مربی باید تمام تیم خود بازیکنان خود انالیز بکنه، شناسایی بکنه که کی بازیکن ما از این برتر است، کی کمتر است. ما همچون رسیدیم در دقایق آخر برنامه امروزی خود و باز هم سپاسگزاری میکنم از اینکه تا روز ما رو همراهی کردین و باز هم میتونین انتقاد و پیشنهادات و نظرات خود در مورد برنامه ما و همچنان موضوعاتی که میخواین پایان بگذارین در پیج نسیم و صبح. و شما میتونین برنامه ما را تکراراً از طریق یوتیوب بیگ تلویزیون و همچنان پیج نسیم و صبح دنبال بکنین. میشه برنامه ما همه روزه دوباره نشر میشه و در مورد امروز که در مورد قهرمانی تیم البرز کلاب صحبت کردیم میشه دوباره تکراراً ببینین و اونجا برنامه امروزی ما را. خب پس تا دیدار فردا که دوباره خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتای بی‌نیاز میسپاریم. خداوند نگهدار همه شما و روز بارانی همه شما بخیر. خداوند نگهدارتان، روز خوب خوشی داشته باشید.